نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 15 محرم سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی استفاده از واژه غافلگیر شدن برای امام حسین علیه السلام در سرزمین کربلا را تعبیر نادرستی عنوان نموده و فرمودند حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلا غافلگیر نشدند، بلکه قبل از آن که متولد شوند تا آن هنگام که به دنیا آمدند و تا زمانی که طفل شیرخواره بودند و تا پس از آن از پیامبر خدا و امیرالمومنین صلوات الله علیه ما نقل شده و جز به جز آنچه که امام حسین علیه السلام با آن مواجه شدند کاملا مشخص و معلوم بود که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. معظم الله تأکید فرمودند لذا امام حسین علیه السلام نه تنها غافلگیر نشدند، بلکه تمامی آنچه که اتفاق افتاد را از قبل می دانستند و این مسئله در روایات متعدد و فرمایشات حضرت ذکر شده است. ایشان در ادامه فرمودند امام حسین علیه السلام می خواستند که یک انحراف و منکر بسیار بزرگ را از چهره دین بزدایند و در این زمینه هم موفق شدند. یعنی انجام این اقدام بر امام حسین علیه السلام واجب بوده است و اگرچه این وجوب شاید وجوب تشریعی نبوده، چرا که بر حسب روایات خدای متعال به امام حسین علیه السلام اجازه داد که شهادت را نپذیرند، اما وجوب تکوینی بوده است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. واجب بوده، مثل آدمایی که جهاد میرن، آدمایی که جهاد میرن در جایی که واجب جهاد، جایز جهاد، این القانف در تحلکه هست، مگه نیست؟ اما خب واجبه یا جایزه؟ امام حسین علیه السلام از قبل از ولادتشون این بنا بوده این چیزا بشه تکوینن، نه تشریعن. معلوم، معلوم، اخص مطلق دیگه جهاد، اخص مطلق از لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. امام حسین علیه السلام از قبل خودشون تو روایات متعدد هست، تو فرمایشهای حضرت، که تمام این تفاصیل رو میدونستن، شکی هم نیست درش، شکی نیست. بله. نه، اما خدا خواسته، فعلیت داشته، اذن خدای عز و جل نسبت به قضایای معصومین 14 گانه همشون، یکیش هم امام حسین صلوات الله علیه و علیهم.